سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی. شما رو دارین از کانال کریپتوفاندر در یوتیوب تماشا میکنید. امیدوارم تا اینجا از ویدیوهایی که براتون تهیه کردیم لذت برده باشین. مطابق معمول سمت راست پایین تصویر شما لیستی از شبکه‌های اجتماعی که ما توش فعال هستیم رو میبینید و همونطور که میدونید تمام ویدیوهای ما در یوتیوب به اشتراک گذاشته میشه و بعد از مدتی در آپارات. در سایر شبکه‌های اجتماعی ما هم میتونید از آخرین اخبار و اطلاعات پیرامون کریپتوکارنسی مطلع بشین. حتما صفحه اینستاگرام ما رو دنبال کنید. آدرسش از سایتمون servatyar.com ببینید. این ویدیو 88 و اگر میخواین از ما حمایت کنین، بهترین روش حمایت این هستش که حمایت معنوی از ما بکنید. یعنی با ارسال این ویدیو برای سایر علاقمندان، اشتراکش در سایر شبکه‌های اجتماعی، درج پست و کامنت و نتیجه کاربری خودتون و تجربه های مختلف که نسبت به این موضوع داشتین کمک میکنه تا ما بتونیم شبکه دوستانمون رو توسعه بدیم. توی این ویدیو میخوام در خصوص قراردادهای آتی، فیوچر کانترکت هایی که مربوط به بازار کریپتوکارنسی هستن و اکثرا روی بیت کوین عقد میشن رو با هم مرور کنیم. این ویدیو شامل دو قسمت میشه و اگر شما علاقمند به موضوع فیوچر کانترکت ها هستین و میخواین ببینید اصلا تاثیر این موارد روی قیمت بیت کوین، نوسانات اون و سایر رمز ارزها چی هست، پیشنهاد میکنم ادامه ویدیو رو با ما دنبال بکنید و حتما قسمت دوم هم مشاهده بفرمایید. مثل همیشه بحث سلب مسئولیت هست. این ویدیو فقط جنبه آموزشی داره و اگر میخواین ازش تو مقاصد تجاری استفاده کنید، تمام مسئولیت معامله گری بر عهده سرمایه‌گذار و هیچ مسئولیتی بر عهده ما نیست. روش استفاده از مجموعه ویدیوهای ما هم تهیه شده، توی کانال به اشتراک گذاشته شده. ویدیو شماره 80 دید کاملی به شما نسبت به موضوع میده. پیشنهاد میکنم اگر ندیدین اون ویدیو رو حتما مراجعه کنید و مشاهدهش بکنید. کل کانسپتی که میخوایم توی این دو قسمت با شما مرور کنیم، در قسمت اول قرارداد آتی اصلا چی هست، یه مثالی در موردش میزنیم، اهداف قرارداد آتی چیه و چجوری ما میتونیم ازش استفاده کنیم، تاثیراتی که روی مارکت میذاره به چه صورتیه. در قسمت دوم قرارداد آتی بیت کوین رو با هم میبینیم، نقش این قراردادها در قیمت بیت کوین و نوسانات اونها، سوابقی که باعث شد که قیمت بیت کوین بالا و پایین بشه، به اضافه پلتفرم های قرارداد آتی بیت کوین رو کدوم یکی از بروکرها هست و اکسچنج ها هست که شما میتونید ازش استفاده کنید و مقایسه قرارداد آتی با قراردادهای نقد که میخوایم ببینیم اگر نقدی بخریم چه فایده ای داره و اگر بخوایم به صورت فیوچر کانترکت بخریم چه مزایایی در پی خواهد داشت. پس در این دو قسمت ما به بررسی این موضوع میپردازیم. ضمناً بحث قیمت، ما یه مجموعه ویدیو در خصوص کوین مارکت کپ تهیه کردیم که قابلیت‌های ویژه این سایت قیمت گذاری رو تشریح کردیم. این بالا براتون کارت میکنم، اگر ندیدین حتما مراجعه کنید به اون. چند تا ویدیو دیگه هم در دست تهیه داریم در خصوص قیمت گذاری رمز ارزها. پیشنهاد میکنم که اون مجموعه ویدیو رو هر از چنگایی یه چکی بکنید. قرارداد آتی یا همون فیوچر کانترکت به قراردادی میگن که بین دو طرف مختلف برای خرید یا فروش یه دارایی مشخص در تاریخ تعیین شده در آینده و به قیمت معین عقد میشه. یعنی چی؟ شما یه محصولی مثل دوده رو به تاریخ فوریه یا مارچ 2021 خریدین به قیمت X دلار و همه چیه این قرارداد مشخصه. کاربردش چیه جلوتر با همدیگه میبینیم. اما این کانسپت قرارداد آتی توسط مجموعه CFTC در سال 1974 تحریزی شده و هدف از این قراردادهای آتی و نظارت این کمیسیون CFTC بر روی فیوچر کانترکت ها بحث قیمتگذاری صحیح در بازار، قیمتگذاری قراردادهای آتی، جلوگیری از دستکاری در قیمت‌ها و معاملات و اینکه یک قانونگذاری صحیح بر بروکرها انجام بشه. خب می‌دونید که همه این ابزارهای مالی برای سهولت معامله‌گری و اینکه یک نیازی از جامعه مالی رو مرتفع کنه به وجود اومده. اصطلاحات رایج در قراردادهای آتی رو ما با هم جلوتر می‌بینیم، اما قبلا یه مجموعه ویدیویی ساخته شده در خصوص 10 اصطلاح کاربردی که البته اسمش 10 تاست. توی ویدیو خیلی بیشتر از این موارد مطرح میشه و در دیسکریپشن مربوط به ویدیو هم توی کانال یوتیوب ما این اطلاعات رو برای شما به اشتراک گذاشتیم. این بالا براتون کار میکنن، چون دیگه شما یواش یواش دیگه وارد یه فضای معامله‌گری حرفه‌ای دارین میشین. با کانال ما، با کانال کریپتو فاندر وارد یک فضای معامله‌گری حرفه‌ای میشین. در آینده قصد داریم یه سری ویدیو هم در خصوص خرید سهام غیر مستقیم از طریق کریپتوکارنسی براتون بسازیم که اونا بسیار جذاب، مخصوصا دوستانی که میخوان به خاطر محدودیت‌هایی که وجود داره نمیتونن در یک سری سهام‌های خیلی با ارزش، مثلا یه نمونه‌شو دارم میگم و بحث همین مجموعه تسلا یا شرکت های مشابه به این که شما نمیتونید مستقیم خرید بکنید و با کریپتو بهتون آموزش میدم. به همین خاطر میگم حتما اصطلاحات رایج معامله گری توی کریپتوکارنسی رو دقیق یاد بگیرید. قرارداد آتی چیست؟ همون فیوچر کانترکت گفتم قراردادیه که بین دو نفر مشخص برای تحویل محصولی مشخص در تاریخی مشخص با قیمتی مشخص منعقد شده. پس همه چیزش مشخصه. یه مثال در خصوصش بزنیم. یه شرکت خودروساز مراجعه میکنه به یه شرکت لاستیک ساز، میگه من 1000 جفت لاستیک از شما میخوام بخرم به تاریخ 6 ماه آینده. همین امروز هم قراردادشو میبندم، عددش هم فیکس. مسئلتون شما بیا بگو قیمت لاستیک در اون تاریخ چقدره. خب این متأثر از کلی جریانات مختلفه. توی ایجاد یک محصول یک سری هزینه‌های مستقیم داری، یک سری هزینه‌های غیر مستقیم داری. غیر مستقیما و بعضا قسمتی از مستقیم‌ها که مربوط به حقوق و دستمزد میشه، اینا قابل پیش‌بینیه. شما میدونید با یه ریتی رفتی بالا یا از قبلش قرارداد بستی، عددات ثابته. اما قیمت مواد اولیه‌ای که شما لازم داری برای این موضوع یه قیمت متفاوتیه و برای شما هم نمیصرفه که بیای منابع موجودی در گردش تو درگیر خرید مواد اولیه کنی، بیای دپو کنی که بخوای این 1000 حلقه رو در تاریخ 6 ماه دیگه تحویل بدی. واحد برنامه ریزی میگه من با این ریت دارم تولید میکنم و خب مثلا این فواصل اگر شما به من مواد اولیه برسونی واحد بازرگانی، من میتونم لاستیک درست کنم، تحویل واحد فروش بدم و این واحد فروش ببره بده به شرکت خودروساز. همونطور که میدونید لاستیک بین مثلا 25-30% ماده‌ای که ازش برای ساختش استفاده میشه دوده هست. حالا این همونطور که گفتم برای 6 ماه آینده است و امروز که داریم با هم صحبت میکنیم قیمت هر تن دوده فرضاً 11000 تومان در 6 ماه آینده تخمین زده میشه. کربن بلکی که برای لاستیک سازی استفاده میشه بین 25 تا 30% یک لاستیک رو تشکیل میده. 1000 جفت لاستیک احتیاج داشت. حالا میخوایم بیایم حساب کنیم که چند تن مواد برای این لازمه. میگی که هر حلقه 60 کیلوگرم دوده میخواد. هر حلقه ما الان 1000 جفت داریم، پس 2000 حلقه داریم. 2000 حلقه ضرب در 60 کیلو میشه چقدر؟ 120000 کیلو. پس هر تونی 11000 تومن میشه یه چیز حدود 13 میلیون تومن هزینه دود است. به اضافه هزینه های ثابت مربوط به تولید یه دونه محصول خیلی رافت در نظر گرفته شده، میشه قیمت این محصول در آینده است. خب پس دیدین چقدر ساده و قشنگ ابزار قرارداد آتی به شرکت لاستیک سازی کمک کرد تا بتونه خیلی راحت قیمت تولید لاستیکش رو و قیمت تمام شدهش رو برای 6 ماه آینده در بیاره و یه قرارداد ببنده. حالا این اتفاقی که بین همه اینها افتاده اصطلاحا بهش میگن چی؟ هج کردن. در لغت به معنی مثلا میخکوب کردنه. شرکت لاستیک سازی خودش اومده هج کرده توی یه نقطه، خودروساز هم خودش اومده هج کرده که بتونه قیمت تمام شده محصولش و پیش فروشش رو در سال آینده یا 6 ماه آینده بتونه امروز تعیین کنه و پیش فروشش رو قطعی انجام بده. خب پس دیدین که قرارداد آتی چه قابلیت ویژه‌ای رو به یه سرمایه گذار، به یک کسی که یک شرکتی که میخواد کار تولیدی انجام بده ارائه میکنه و این خدمات کمک میکنه تا بازار خیلی به هم نزدیکتر بشه و ریسک معامله گری بیاد پایین. همونطوری که گفتم CFTC اومده بود چه قوانین مقرراتی رو وضع کرده بود. اهداف قرارداد آتی چی هست؟ ببینید یکی از این هدفهای مهمش سفته بازی یا اسپکولیشن هست که کمک میکنه به رونق بازار. پس شما امروز قرار نیست دوده بخری، اما میتونی حواله تحویلش رو در تاریخ آتی که قرار مثلا یه بازه 6 ماه هست بخری یا یه بازه 2 ماه هست بخری و از هوش و استعداد خودت در معامله گری جهت کسب سود استفاده کنی. میدونی مثلا بازار میره بالا یا بازار میاد پایین، شما میتونی پوزیشن های مختلف نسبت به این موضوع بگیری. ببینید مثلا اگر بخوایم خرید انجام بدیم به اصطلاح لانگ رو استفاده میکنه، یعنی پوزیشن خرید بگیریم، و اگر پوزیشن شورت میگیریم یعنی داریم میفروشیم. یک نکته‌ای هم توی قراردادهای آتی هست به نام لورج یا اهرم که شما شاید بارها شنیده باشین، اهرم مالی که تا چند صد برابر 120 برابر به شما قابلیت اینو میدن که بتونی بدونی که منابع مالی درگیر بکنی بتونی از این اهرم استفاده کنی. خیلی کار خطرناکیه اگر نابلد بشین که اصلا اصل سرمایه‌تون میره مارژین کال میشینه، هیچی اصلا از بازار خارج میشین. ولی خب برای مواردی که آدمای حرفه‌ای وجود دارن بسیار نکته قشنگ و جالبیه. ما یه دونه مجموعه در خصوص CFT ساخته بودیم، یک ویدیو فقط ساخته بودیم، پیشنهاد میکنم اون ویدیو رو هم حتما ببینید و اگر خیلی علاقمند به این موضوع هستین پیشنهاد میکنم که قشنگ این نکاتش رو بررسی کنید. در کامنت مربوط به همین ویدیو در یوتیوب دلیل و تفاوت استفاده از CFT و فیوچر کانترکت رو بیاین بنویسین. این جواب شما بعد از مدتی من جواب صحیح رو می نویسم، تو صفحه اینستاگرام هم در خصوصش باهاتون مطالبی رو به اشتراک میذارم. این کمک میکنه تا شما بتونید دقیق تر به بازار پوزیشن بگیرید و ازش استفاده کنید. هر کدوم از اینا یک سری مزایا و معایبی دارن. پس سفته بازی نکته اول از اهداف قرارداد آتیه. یکی هم بحث پوشش ریس هجینگی که در مثال قبلی که مربوط به شرکت خودروساز و لاستیک و دوده بود مثالش رو زدم که همه اینها با میخکوب کردن حالا وضعیتشون در یک نقطه مشخص تونستن ریسکشون رو مدیریت کنن. این حاشیه امن کمک میکنه که این شرکت ها از نوسانات قیمت متضرر نشن. مثالی که داشتیم تو مورد قبلی مثلا کسی بیاد یه پوزیشن خرید بگیره تو 10500، فکر میکنه بازار داره میره بالا، میرسه به 11200 شورت، یه قرارداد شورت هم میبنده که یعنی فروش میبنده که این پوزیشنش کامل بسته بشه. با لورج یعنی ضریب 100 برابر که اگر حساب بکنید بین 10500 تا 11200 $700 ضبط داره، این 100 برابر میشه $70,000 پرافیت. این معامله برای کسی هست که تونسته درست مسیر رو پیش بینی کنه. امیدوارم تا اینجا مفهوم قرارداد آتی رو کامل متوجه شده باشین، با CFT هم بررسیش کرده باشین و آماده این شده باشین که من در ویدیو بعدی در خصوص فیوچر کانترکت های بیت کوین باهاتون صحبت بکنم که چه مزایایی دارن، چه جوری میتونید مسیر رو بخونید و اینکه اصلا تو کریپتوکارنسی به چه دردی میخوره. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشین. همونطور که گفتم برای حمایت از ما میتونید با اشتراک این ویدیو در سایر شبکه‌های اجتماعی و ارسالش برای دوستاتون و معرفی کانال‌های ارتباطی ما به سایرین کمک میکنید که شبکه ما گسترده‌تر بشه. و اگر بخواید حمایت مالی بکنین از لینک زرین پول یا آدرس کیف پول اتریوم که در پست مربوط به همین ویدیو در یوتیوب به اشتراک میذارم استفاده کنید. اگر به کانسپت کریپتوکارنسی علاقمند هستی و تا الان که با هم اومدیم جلو کانال ما رو دنبال نکردی پیشنهاد میکنم روی این لوگو فشار بده، دکمه زنگوله هم بزن تا به لحظه از آخرین اخبار و اطلاعاتی که من به اشتراک میذارم زودتر از بقیه از طریق یک ایمیل خودکار مطلع بشید. 2 تا ویدیو مرتبط با موضوع هم اینجا براتون کارت میکنم تا بتونید زنجیره دانشیتون رو تکمیل بکنید. ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. خدا نگهدار.